شروع هر روزی است و ما هر روز را مانند روز جدید زندگی میکنیم و مهربانی را بیشتر میکنیم. درود و سلام خدمت یک و یک شما دوستای خوب و نازنین. انشالله که در هر جایی که هستین خوشحال و صحتمند باشین. خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه خودتان، برنامه کودک و نوجوان. و دوستای خوبم، امروز روز شنبه هست و انشالله که روز شنبه تانم به بسیار خوبی و خوشی آغاز کرده باشین، به خاطر که اولین روز هفته می باشه و ما و شما اگر روز هفته خود یا اولین روز شب به بسیار خوبی و خوشی پر انرژی آغاز کنیم، پس تا آخرین روزهای هفته را ما تو شاد و خرم می باشیم. باز هم دوستا خیلی زیاد خوش آمدین در برنامه و ما امروز قرار است که در برنامه یک مهارت بسیار خوبی را با هم دیگه یاد بگیریم و همچنان در مورد یک ولایت بسیار زیبای کشور عزیز ما افغانستان معلومات بگیریم. و همچنان دوستای خوبم، امروز ما در برنامه خود ما جنگل خوشبختی را داریم که همگی ما شما میریم به جنگل خوشبختی و دیدن میکنیم و حکایتشان همچنان میبینیم و میشنویم که چه حکایت زیبایی دارن. پس دوستای خوبم، اگر میخواین که این همه برنامه خوب زیبا را بنده باشین، در ادامه برنامه با ما همراه باشین. دوستای خوب و نازنین، در ادامه برنامه خیلی زیاد خوش آمدین. و دوستایم، همیشه هم کوشش کنیم که درسای ما رو بخونیم. وقتی ما مکتب میریم، وقتی که شما مکتب میرین، هر کدام ما وقتی که به درس ما میریم باید بسیار زیاد توجه داشته باشیم، درسای ما رو بیشتر بخونیم، به خاطر که علم که هست در حال پیشرفت هست. اگر ما و شما همینقدر درسی که خواندیم دیگه توقف کنیم، درس نخونیم، پس ما و شما کسایی میشیم که مثلا دیگه علم ما تو پیشرفت نمیکنه، چیزای جدید ما یاد نمیگیریم. وقتی که ما چیزای جدید یاد میگیریم، وقتی ما شما درس بیشتر میخوانیم، هر روز معلومات ما رو بیشتر میکنیم، پس ما کسایی میشیم که همیشه لایق هستیم و همیشه در زمان زندگی میکنیم، در زمان حال زندگی میکنیم. درست است؟ پس انشالله که تک تک شما دوستای خوبم در مکتب وقتی میرین توجه بیشتر روی درسایتون داشته باشین و همیشه موفق باشین. همچنان دوستای خوبم، برنامه ما رو میتونین که از طریق یوتیوب همچنان برنده باشین. شما میتونین که در صفحه یوتیوب تان برین و تمدن تیوی بزنین و تمام برنامه هایی که ما تا حالا ضبط کردیم و ماندیم یا به نشر رسیده، همگیش در یوتیوب مانده میشه و شما همچنان میتونین که همه برنامه ها را از طریق یوتیوب بننده باشین. شاید بعض دوستای ما باشن که در ساعت 9 صبح میرن مکتب یا مثلا میرن کورس درس میخوانن، پس اونا میتونن که به خاطر که ما تکرار نداریم، درست است، در تلویزیون تکرار نیست، پس شما میتونن که از طریق یوتیوب برنامه را ببینن و از برنامه لذت ببرین. و ما امروز قرار است که در مورد یک مهارت بسیار خوب با هم دیگه گپ بزنیم و معلومات خود ما را بالاتر ببریم. و دوست بسیار نازنین من اسبی جان قند در برنامه تشریف آورد. اسبی جان خوش آمد در برنامه. خوش باشی جمشید جان. آی خدا. حسبی جان، من خود جمشید نیستم. این خود یک حقیقتی است که دوستای ما میتونه ببینه و خود تا میتونه ببینه که من جمشید نیستم، من مریم هستم. درست است؟ اول نصیحت میکنی؟ وای نه. وای خوب هستی شکلا جان. تشکر، من خوب هستم. خود چطور هستی خرسی جان؟ من خرس هستم. کلان هست من خرس میبینی؟ خودت همیشه میگی یک خرس قدرتمند، یک خرس مهربان، همیشه خودت خرس میگی دیگه. راست میگی؟ فراموشم شده. چکو مریم جان. بله. صبحی که چای نخورم ری؟ شیر نخورم؟ اصابش کار نمیتن. حتی خودم هم یادم برم رابم چیز. راستی؟ مریم صبح چیز؟ از خواب خستم. رفتم. خب. بیسو. بوسو بالا هم رفتم، خب پایین باز یادم رفت، در بالا یادم اومد که باید پایین هم برم. باز پایین که رفتم یادم رفت این طرف را رفته، این طرف هم که رفتم باز یادم اومد باید اون طرف هم برم. خلاصه هر جای را گشتم ری یکم شیر پیدا نکردم. خب اسبی جان گریه نکن. اسبی جان اصلا یه مشکل بزرگ نیست، میتونیم از بازار برات شیر خریداری کنیم، برات بده و تو هم نوش جان کنی. شیر نخوره خلاص شد دیگه، شیر ندارم، صبح چی بخورم؟ آی مجبور از اون باز من برم
دانه مرغا را بخورم. حسبی جان، دانه خو از مرغا است و نمیتونی مثلا خوراک یک دوست تا بخوری، به خاطر از اینکه مرغ دوست خودت است. دانه خور نیست دیگه. دو مرغا دوست من آنشه. چرا هر روزی که بگذره یا مره بودیگارد از ما جور بکنه یا آشپز جور بکنه، حالا دوست ما هم جور کردن. او از گفت مره نمیفهمه. اگه گفت مره بفهمد قمرش بگه بگیریم ما اینو بخو. حسبی جان، بله. تال دیدی که کدام مرغ مایی خامه خورده باشه و یک مایی کلانه نمیتونه، چون مرغ خورتره دست. حسبی جان، خودت مرغا را درک نمی کنی، مرغا هم خودت را درک نمی کنه و این گفایی که میگی دوستای مامتا را درک نمی کنه با این گفایی. مرغا تو درک میکنی؟ آه، من درکش میکنم. تو را قبل درک میکنی؟ به خاطر که مرغ موجودی هست یا حیوانی هست که به دانه نیاز داره و ما شما به خاطر از اینکه مرغا هم یک موجود زنده هستن، پس ما باید برشان دانه بتیم، برشان آب بتیم تا اونا هم رشد کنن و کلان و کلان تر شون. فهمیدی؟ موضوع برنامه تان سر مرغ است؟ نه دیگه، اسبی جان، موضوع برنامه نظر شیر چی هست باید آره. خب اسبی جان، وقتی که برنامه تمام شد، ما باید قول میتونم که با هم یک جا میریم بازار، برای تو یک کارتن شیر برات میگیریم، درست است؟ یک کارتن شیر؟ آه بفهمی مریم جان؟ بله؟ و شیر زیاد برای خرس جان آورده بود، خب؟ کلش گمی آمد خورد. خب، خیلی مشکل اینجا بوده. خب خیر، به هر صورت اسبی جان، خودی چرا به جنگل نیستی؟ خیلی بیا ما و تو و دوستای ما همگی ما یک جا بریم به جنگل خوشبختی و حکایت جنگل خوشبختی رو ببینیم، درست است؟ درست است، هر چند بفهم هر روز ما یک جنجال دارد بدون ما. بله دوستای خوب و نازل، پس میریم با هم یک جا به جنگل خوشبختی و دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشین. دوستای خوب و نازنین، در ادامه برنامه خیلی زیاد خوش آمدین و رفتیم به جنگل خوشبختی و حکایت دیدیم. بود من در جنگل میبودم تا دوست را تعریف بکرد. خب دیگه، خب خیر است، امی که از جای دورم دیدتانستی، خب بی خودش خوب است دیگه. خوب است، از امی که مام دیدم دیگه. خب مام نمیشه که همیشه به جنگل خوشبختی خودم برم، از نزدیک برم ببینم که جنگل خوشبختی چی گپا هست. ما میتونیم از فاصله دور میتونیم ببینیم که دوستای ما که در جنگل هستن. ولی خرتی جان بسیار داستانهای خوب تعریف میکنه. بله، داستانش واقعا زیبا بود. آفرین خرسی جان با یه داستان زیبا و مقبولش که واقعا یک پیام بسیار زیبایی داشت. پیام؟ و بله، چرا قب؟ پیامش یا اما پندش امی بود که همگی ما و شما در زندگی خود مثل مرچه ها پشت کار داشته باشیم. فهمیدی؟ مثل مرچه؟ بله، مثل هم مرچه گک که آبازی راد گرفت؟ اما مرچه گک که آبازی راد گرفت. مرچه گک خورترک واقعا بله به جای باعث افتخار حیوانات است. بله، اون مرچه گک با وجود که مرچه ها این مرچه داستان ما یا مثلا در کل مرچه ها حیواناتی هستن یا حشراتی هستن که بسیار زیاد پشتکار دارن، بسیار زیاد تلاش میکنن تا بتانن خودشان به اون هدفی که دارن برسن. و واقعا اگر ما و شما به زندگی حشرات و حیوانات و به زندگی تمام موجودات زندهی که خداوند بزرگ از کرده یا خلقشان کرده اگر نگاه بندازیم یا مثلا ببینیم، از زندگی اونا ما الگو میگیریم. پس ما و شما از زندگی مرچه ها ای الگو رو میگیریم که همیشه پشت کار داشته باشیم. زمانی که ما و شما بر خود ما یک هدف تعیین میکنیم، پس به خاطر رسیدن به هدف چیکار کنیم؟ ذهن ما را، جسم ما را باید چیکار کنیم؟ تنظیم کنیم، آماده کنیم تا بتونیم به اون هدف خود ما را برسانیم و همیشه ثابت قدم باشیم. مثلا نباشه مثلا مرچه مثلا آبازی یاد نداشت، درست است؟ یک بار قریب بود که غرق شدم، پس او اگر مثلا امو که قریب بود غرق شد و به قبرش آمد و نجاتش داد، اگر مثل از اون مثلا اگر ما مثلا وقتی میخوایم به هدف برسیم، اگر مشکل سر رای ما ایجاد میشه، اگر ما مثلا دست بکشیم از هدف ما، پس ما و شما کسایی هستیم که هیچ وقت موفق هم نمیشیم و هیچ هم پشت کار هیچ وقت زندگی ما نداریم. یعنی ما
یعنی شخص خودم. خب به این خرس کلان از مرچه الگو میگیرم. بعد از خب ما میتونی از وای رفت. خب با وجود که سپی جان کلان هست اما مرچه خورده است، ما میتونیم از موجودات زنده الگو بگیریم. مثلا مهم نیست مهم نیست که اونا کلان باشن خرد باشن، امی که یک کار خوب انجام میده، یک اخلاق خوب یاد دارن یا مثلا یک مهارت خوب دارن، پس ما شما دستنگی خود ما پیادیش کنیم. راست میگی؟ بله. خب مریم جان، بله، این رو به دوستای ما بگو میتونن مرم الگو قرار بدم. خب درست است. بگو دوست عزیز، میدانیم که اسپی جان اگر کدام مهارت خوب یاد داره شما همچنان دست میگه تا الگو قرار بدیم. واقعا که خب دوست خوب و نازنین، همیشه در زندگی ما اگر میخواییم که موفق شویم، اسپی جانم که رفت قار کرد، اگر میخواییم موفق شویم بر خود ما یک هدف تعیین میکنه. بعد از اینکه هدف ما رو تعیین کردیم، باید یا بهتر است که پشت کار داشته باشیم. پشت کار به این معنا که ما و شما جسم ما را، روح ما را، بدن ما را، ذهن ما را آماده می سازیم تا اینکه بتانیم به اون هدف ما پایبند باشیم و برسیم. همیشه تلاش کنیم، زحمت داشته باشیم، زحمت کنیم و همیشه و همیشه بالای خود ما اعتماد به نفس داشته باشیم، اعتماد کنیم و باور داشته باشیم که ما کسایی هستیم که ما میتونیم خود ما را به هدف ما برسانیم. پس اگر خدای نخواستن، چون هدف وقتی ما هدف تعیین کردیم، خب ممکن است که در زندگی ما خیلی زیاد مثلا مشکلات ایجاد شود یا مثلا چالش های زیاده باشه یا موانع خیلی زیاده باشه. اگر ما به اندکترین مشکلات یا موانع دست بکشیم، پس ما به هدف ما نمیرسیم. پس ما و شما با موانع و مشکلات چکار کنیم؟ مبارزه کنیم، ایستادگی کنیم تا بتانیم کسایی باشیم که خیلی زیاد موفق و انسانهایی با پشتکار باشیم. که واقعا پشتکار داشتن خیلی خوب بود و داستانی که امروز خرسی جان برای ما شما تعریف کرد واقعا داستان خیلی خوب و زیبا و خیلی زیاد پرمفهوم بود. خب دوستای خوب و نازنین، انشالله که از بخش های برنامه امروز تا ایدم لذت برده باشین و خوش آمده باشم. پس بخش بعدی ما شما بخش یک سفر یک چکر است که قرار است شکیلا جان دوست ما برای ما شما در مورد یک ولایت زیبای کشور عزیز ما افغانستان معلومات بکن. پس دوستای خوبم، پس میرم با هم دیگه یک میان برنامه رو میبینم و دوباره با ما همراه باشین.